سلام دوستان خب تو جلسه قبلی ما اومدیم نمودار جعبه ای رو کشیدیم و گفتیم که دیتاهایی که بالاتر از چارک سوم هستن ارزش بررسی دارن و اونایی که پایین تر از چارک سوم هستن اونقدر ارزش نداره واسه ما بخاطر خب اینکه ارزش دلاری پایینی داشتن خب الان کاری که میخوایم بکنیم دیتاهای از این قسمت به بالا رو میخوایم فیلتر کنیم همچنین دیتا هایی که بیشتر از 8 میلیارد هستن دادای دور که شاید یه دلیلی بوده که آقا دولت اومده اینا رو وارد کرده و نمی که توی ایران تولیدشون بکنیم در واقع به نظر من دادایی که توی این قسمت هستن یه مقدار اهمیتشون بیشتره خب من میخوام دادامو ولی اون دور ارزش بررسی دارن صد درصد من میخوام داده هام رو به دو قسمت تقسیم کنم یه قسمت رو میخوام چیز باشه این داده هایی که تو این رنج هستن توی یک و نیم برابر آی کیو آر هستن و داده های دور افتاده خب پس میایم اینجا کاری که میخوایم بکنیم فیلتر کردن اگه تو این قسمت بیایم نامبر فیلتر رو بزنیم میبینیم که آپشن های مختلفی رو به من داده میتونم ده تای اول رو جدا کنم میتونم greater than رو جدا کنم یا برابر بر باشه یعنی اونایی که بزرگتر هستن less رو یا حتی between اگه between رو انتخاب بکنم میگه اونایی که بزرگتر یا مساوی فلان هستن یا و کوچکتر کچ... مساوی این هستن یعنی هر دو تا شرط باید برقرار باشه رو واسه من فیلتر کنم که من میتونم اینجا چیکار کنم بگم این ناحیه رو میخوام در حال حاضر بین چارک سوم و بیشترین مقدار رو واسه من فیلتر کنه پس اونایی که بزرگتر مساوی 36 19 ۳ هستند و 8 میلیارد هستند رو واسه من جدا کنم پس میخوام این رو انتخاب کنم ولی نمیشه اینجا باید حتما عدد رو دستی بزنی یعنی بیایم بگیم که آقا 8 8 8 5 و غیره و اینجا هم مثلا 36 یک فلان خب این رو بزنیم که این یه مقدار شاید سخت باشه موقع تغییر داده ها نیاز نمشه. اما اگر یه بار میخواین انجام بدین شاید هم روش بدی نباشه به هر حال هر کسی ترجیحی داره اما من چون میخوام یک جای این کار رو انجام بدم اول این رو پاک میکنم چون یه مقدار سنگی میکنه اکسل من رو چون تعداد زیادی از داده ها رو اومده بررسی کرده و نمودارش رو کشیده یه دونه ستون هم اینجا اضافه میکنم که از این فاصله داشته باشه و اینجا میزنم که در واقع آیا بین چارکی است در دامنه چارک است یا نقطه دور افتاده است خب اینجا میخوام یه فرمولی بنویسم که بیاد اگر بین این دوتا بود مثلا عدد یک رو بسه من قرار بده بین بین چارک اول و چارک بخش بین بیشترین مقدار و چارک سوم بود عدد یک رو بسه من قرار بده اگر داده دور افتاده بود یعنی بیشتر از این مقدار بود اینجا جو اسمشون رو برعکس نوشتم خب بیادش اگر بیشتر از این مقدار بود عدد دور رو قرار بده در غیر این صورت عدد صفر رو پس از فرمول ایف استفاده می کنم می نویسم ای بابا می نویسم مساوی ایف اگر این عدد بزرگتر از بزرگتر از کدوم بود این مقدار بود عدد دو رو به عنوان دور افتاده به من بده در غیر این صورت اگر بزرگتر از این نبود در واقع و اگر کوچیکتر از کوچیکتر از این میشه دیگه وقتی که بزرگتر از این نیست کوچیکتر از این میشه و اگر کوچیکتر از این بود که میاد اینجا و در عین حال بزرگتر از چارک سوم بود یعنی این ارزش دلاری که حالا اینجا نمیتونستم سلکت کنم به خاطر فرمول بیاد اینجا کوچیکتر از بخش بزرگتر از چارک سوم بود آنگاه بذار یک و در غیر این صورت یعنی اگر از این بزرگتر یعنی از این کوچکتر بود و از این هم کوچکتر بود یعنی درون چارک پایینتر چارک سوم هستش صفر رو به من بده خب یه پرانتز کم گذاشتیم و اینتر رو میزنیم خب اینجا الان داره به ما دیتا رو نشون میده اینجا خط تیره باسه صفر گذاشته که یعنی number, یعنی همون صفر من که من به صورت نامبر الان نشوندم یه مشکلی داشتیم فرمولی که نوشتین ناکن الان باسه این هم صفر رو قرار داده باسه این دو رو قرار داده چرا؟ به خاطر اینکه من این سلولم رو ثابت نکردم و وقتی که اینتر رو زدم و فرمول باسه همه اعمال شد به هر یه سلولی که رفت پایین این شماره سلول منم یه دونه رفته پایین ناکنین اینجا شده ده اینجا شده 11 من اینا رو باید ثابت کنم پس از دلار که در واقع باعث ثابت شدن این سلول میشه یعنی این چاره ثابت باشه ای چهار ثابت باشه همیشه اینم هم هشتش همیشه ثابت باشه از طریق دلار اینا رو میگم به اکسل که ثابت باشه و بعد این ترم کنم حالا اینا رو صفر کرده و من الان سه تا دیتا دارم صفر یک و دو من داده های دومو به عنوان دور افتاده در نظر میگیرم خب که از اون مقدار چارت، چارک سوم یعنی ببخش از 1.5 برابر آی کیو آر به اضافه چارک سوم بیشتر میشه تا آخر اینا رو جدا میذارم میام این قسمت رو میگیرم میبرم تو یه شیت دیگه ای اینجا پیج لایوت میکنمش نقاط دور افتاده اینا خب اینا رو جدا میخوام بررسی کنم دوباره. ببینیم یه بار که کپی رو میزنیم و یه اقدامی مثلا اینجا من اسم رو تغییر یه اقدامی تو اکسل انجام میدیم کپیتون میپره دوباره باید بیاین کنترل سی رو بزنیم و کپی کنیم و میام اینجا پیستش میکنم خب این پیست شد اینجا بدیی بدی داشیم پیست من یک اینکه از ابتدا گرفتم دو اینکه ببخشید اه... فرمت تیبل هم هم در صورتی میخوام بدون فرمت بیادش خب به این صورت الان داده خام من اومدش که این میشه شهر تعرفه و این یکی میشه ارزش دلاری و این رو میگیرم دوباره به یک تیبل جدید تبدیلش میکنم خب یه بینازنین هم میکنم که عددم بهتر نشون داده بشه خب این از این حالا نقاط در واقع درون چارکیمون رو انتخاب میکنم میام اینجا از فیلتر درش میارم کلیر میکنم و نقطه یک رم رو انتخاب میکنم اینا نقاطی بودن که در حال درون دامنه من قرار گرفتن من میام اینجا یه پیج دیگه باز میکنم رایت تو لفتش میکنم و میگم اینجا درون دامنه درون دامنه خب دوباره کپیم پری میگم اینجا کپی میکنم و دیتام رو اینجا قرار میدم خب اینجا میذارم شهر تعرفه و اینجا میذارم ارزش دلاری و تبدیلش میکنم به یه دونه جدول پس الان من دو تا جدول متفاوت دارم که میخوایم اونا رو تحلیل بکنیم توی جلسه بعد وارد تحلیل این موارد میشیم این دوتا تفاوتشون اینه که اینها ارزش دلاری خیلی زیادی داشتن ممکنه یه دلیلی وجود داشته باشه که افراد نرفته باشن به سمتش که اینا رو تولید کنن اینها کالایی هستن که ارزش دلاری مناسبی داشتن خب و شاید یه فرصت خوبی باشه که واردشون بشیم اما این نقاط دور افتاده هم نمیتونیم از چشم پوشی کنیم باید یه مقدار تحلیلشون کنیم مثلا اون ماکسیموم رو آره نیازی نیستش بذار هر کدوم از اینا بهتره که من یه نمودار جعبه ای بندازم ناکنه. نمودار جعبه ای که انداختم این اصلا نقاط دور افتاده نداره همش تو یک دامنه قرار گرفته چون دیده بودیم دیگه در اون دامنه ای هستش میانه هم تقریبا وسط میانگین هم روش افتاده حالا بیشتر درمونه میانگین و میانه و رابطهشون صحبت میکنیم و یه مقدار تو اینجا پراکندگی زیاده خب حالا بیایم توی این قسمت این رو هم یه نمودار جعبه ای بندازم اینجا میبینیم دوباره به نقاط دور زیادی رسیدیم یعنی نشون میده این قسمت که نقاط در واقع دور افتاده من بود من نمیخوام نقاط دور رو الان وردارم چون خوبه که ببینیمشون خب نمودار جعبه ای من میانش هم تازه این پایینه پنجاه درصد داده های من این بالا قرار گرفته ولی نگاه چطور پخش شده یعنی این یه دونه چه فاصله ای داره اون یک میلیارد دلار یک میلیار دولار، یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاره؟ چه فاصله ای با بعدیش داره میبینید خیلی فاصله زیادیه این پراکندگی رو قشنگ داریم میبینیم اینجا اما هر چی میای این پایین تر داده ها چگالتر میشن نزدیکتر به هم میشن و اینجا رو هم افتادن حتی به نظر خب و این داره دید خوبی رو به ما میده یعنی مثلا این نقطه رو باید حذفش کنیم تا اینجا تا اینجا رو به نظرم باید حذفش کنیم و جدا بررسیش کنیم که یه فیلتر سازی عادیه که میگیم آقا بالاتر از 400 میلیون دلار رو اصلا کلا بذار کنار به نظرم جدا اگه میخوای بررسی کنیم که چرا نرفتن افراد روی این سرمایه گذاری کنند روی این موارد خب پس من میام دوباره این داده هام رو بخش بندی میکنم حالا توی جلسه بعدی چون این کار تکراری هستش و وقت شما گرفته میشه من خودم بخش بندی رو مثل دفعه قبل انجام میدم یکم تمیز میکنم اکسلمو و تا جلسه بعد وقتی که اکسلو بردیم بالا یه توضیح کوتاه دوباره میدم و بقیه رو ادامه و یه مقدار هم روی فراوانی های اینا باید کار کنیم و صحبت بکنیم چون اونم دید خوبی رو میده مثلا این دیتا فقط یک بار تکرار شده اما این ارزش ریالی اینجا که میایم زیاد تکرار شده یعنی تو این حجم وارد کنندگان بیشتری وجود دارن در واقع که امکان در واقع ورود کالاها ها رو داشته باشن خب ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهد